میپسندی؟ ای همچین کاشیارم وازش کن من دستم قشنگ وازش کن این کاشمرم یه زر و نیمه ریز نقشم بافته شده خب مبارک معصوم حتما دختری و عروس خودمه اینقدر تاپ نخور با جسمان برو به مادر معصومه خبر نمیخوام نمیرم وایسا دیگه جسمان مگه در قلبه هست برو به محترم خانم مادر معصومه بگو دختر درد بهش گرفته برو دیگه بچه سلام سلام معصوم خانم گفتم بیایم پیششون زود باشین دردش گرفته سلام حسین آقا سلام چی شده؟ معصوم خانم گفتن زود بیای خونه خبر مهمیه من میرم من رسم حواست جمع باشه حاج خانم یه کمی عجله کنید نفسم بند اومد مادر آخه میترسم دیر بشه عجله کنید آب گرمم آوردی؟ خوب کردی ببر اونجا بذارش تو اتاق الان خودم چشم برو جونم زود پاشتی که وقت نداری دیگه وقتشه دعا کنی معصومه جونم بمیرم برات مادر طاقت بیار مادر طاقت بیار زود تموم میشه بمیرم برات دخترم طاقت بیار مادر مردم به سلامتی فارغ میشه آروم باش مردم طاقت بیار دخترم مبارک باشه ایشالله ننه جون دختره یا الله بفرمایی تو شاره جا بفرمایی اگه محترم خانم اجازه میدن نافشو به اسم پسر من حاج اسمال ببرین البته اگه ایشونو به غلامی قبول دارین اختیار دارید حاج خانم نور چشم ما هستن خیلی ممنون انشالله مبارک باشه حاج خانم با دل خوش و سلامتی انشالله که خدا از بزرگی کمتون نکنه که به سلامتی فارغ شد راستش من دلم خیلی شور میزد اجازه بدید تا منزل همراهتون باشم مادر دیر وقته پیرشی مادر
خودم میرم، من تنهایی رو دوست دارم. عبجور میرته مادر. قدم رنجه فرمودید مادر. راستی پسرم، تا یادم نرفته بهت بگم که اگه میتونی امشب بیدار باش. خدای نکرده ممکنه. ممکنه چی مادر؟ هیچی پسرم، خدا کریمه. قورباغه رو ور میدارم میرم پیش دخو. چه این چیه؟ میگن آقا دخو شما بگو این چیه؟ میگه ببم جان این بلبلیش که بلبل هست پر در نیاوردن. بفرمایی خانم قربون دست مادر، شما لفی عروسم یه پارچه محبت باید. پاشو برو تو حیاتی قلیون درست کن. چشم مادر جون. پس چی شد؟ داره درست میکنه. صدای در اومد. پاشو تو حیات رو یه نگاه بکن و بیا. آخه من چقدر خوشمزه است نوشه جو. یالا نگفتی خیره انشالله. کسی که نبود ها؟ برم ببینم چی شد. بفرمایید. پاشو قلیون رو بگیر. چشم. دست شما درد نکنه. بفرمایید. بدین خدمت آقا جون. نه نه شما بفرم. اول بفرمایید بعد من. نه ما از دست شما میگیم. دم شما گرمه آقا علی شاه. قم شما کم ما از کام. خواهش بگیرید. جسارت من. خدا مرگم بده چی شد؟ مهم نیست. از اول آب روشنایی پسرم. بهتره که چشم از اون بهتره که چشم از اون رو مرد وقتی میره خونه درو باید با پشتش باز. یه چراک آب خوره بدین. به جای اینکه عصای دست پدرت باشی پاشدی رفتی بر دست دایی که چی؟ صحاف بشی؟ ما اگه گفتیم بیا تو این کار واسه اینه که سردی و گرمی این کار رو چشیدیم. چرا ابراهیم وان هست؟ اون پدر سوختم از تو بدتر. خود مرگم بده. چرا حواستو جمع نمی کنی دختر؟ یه بانکه دیگه براش بکش.
فکراتو بکن مادر. زن پیرن تن نیست که هر رو آدم بتونه عوضش کنه. با لباس سفید میاد، با کفن سفیدم میره. حسین آقا اجازه دادن سلام. چند دقیقه هم دیگر رو ببینیم. خوب چشاتو واکن مادر، یه نگاه حلاله. در بزن، در بزن، خجالت نکش. کیه؟ منم مادر. شما این خانم جون؟ خانم جون که میگه ها، دلم ضعف میره. مادر جون لطفا اینو شما بگیرید. نگه دار، باید دست خودت باشه. سلام، خوش اومدین. سلام به روی ماهت مادر. خوش اومدین، بفرمایین تو. بیا تو. نگاش کنین ماشالله بعد این 16 سال پسرم دیگه واسه خودش یه مردی شده. به 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 به، بفرمایید. چه خانومی ماشالله، دسته ای گل، دست درد نکنه دخترم. اگه همسایگی شما باشه که خیلی خوبه. مطمئن، دست درد نکنه. ممنون شه جونی. آقا ریده ده چایی باره شوهاش هم بده کنه. یه مانه کی هست؟ عثمان سبزعلی سبزواری. واسه کی میخوای؟ واسه پسرم حاج اسماعیل. مبارک ها باشه، ایشالله با دل خوش. عثمان سبزعلی سبزواری هم از خداشه، تو آسمونا دنبال یه همچین پایی میگرده. تو هم خودتو زیاد مشتاق نشون نده، طرف و طمع ور میداره. خودم ترتیبشو میدم. بالاخره جواب مردم رو چی بدم؟ نمیتونی تا آخر عمر وبال گردن من باشی. من خودم دستم تو سفره دیگرونه. 5 تا خواهر دیگه‌ت هم که هستن. اسی خان عروسی مبارک. شرم قربون شما. بیا.
بگیر. تو فکری اسری خان؟ تو فکر سقف دکونم که همین روزا داره خراب میشه، فقط به یه تیرک بنده. این که دیگه ماتم نداره، چرا نمیدی درستش کنم؟ قبل از اون باید به فکر سقف زندگیم باشم که داره روی سرم خراب میشه. کجایی زن؟ تنگ غروبه. خدا رو شکر بعد از 3 سال آرزو به دل نموندم. اول باید مشتلقشو بدی تا بعد برات بگم. میخوای بگی محترم؟ بگو، مشتلقاتو میدم. سبزی پلو درست کردم با ماهی، براش یه ظرف میبرم، نکنه هوس کنه. این چه کاریه که میکنی؟ شب شام دعوتشون کن که حاج اسمانم بخوره. ما را دم خواب و هیچ وقت نمیگذه نوه ی احمد زواره کش. وقتی شنیدم سنور آب جوش و سر زنت خالی کردی فهمیدم خیلی مونده تا یه مرد بشی. امروزم که تلق نومه زنتو در خونه من فرستادی فهمیدم خیلی وقت پیش باید میترشیدی و سرخاب میمالیدی. حرف دانتو بفهم امیر خان نایب، دنبال شر نگرد. اما اگه دلت تکوندن میخواد میری پیش شمرون، پیش مش اکبر باغبون، میگی نشون به اون نشونه و سالی ساره بون، اون نوتایی که تکوندی مارم بتکون. آدمی که دختر مردم رو رسوا و بدبخت میکنه بهش نمیاد از این حرفا بزنه. نازا بود میفهمی؟ 3 سالی که نازاست. بعد 3 سال زندگی اسم پسر شارجه و تکردی آبون. صفت چش صفی شیمون میشه خان نایب، اصلا به تو چه؟ به من چه؟ از کی دختر گرفتی؟ در حقشون پدری کردم، یه عمر زحمت کشیدم تا سر و سامون بگیرن، نگیر تو نامرد. بیا بیق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 ی
اما آخرش آمده که تاست بیاد میشه خیلی نام قم آخرتون میشه قم آخرتون میشه قم آخرتون میشه قرار معلوم حسن ابلیس برادر مرحوم امیرخان نایب بعد از تکون زمین و آسمون دل شور داششون میزنه جماعت همه پرت و پلا ویلون و سرگردون همه راهی خیابون و بیابون او سبزعلی سبزواری رو میبینه که براش خبر مهمی داره میگه آخرین دفعه که امیرخان نایب رو دیده تای شترخون بوده که به طرف دکون اسی آقا ابراهیم میرفته سر در گریبون داشته ایدا چه درد نایب از پسر آقا ابراهیم بوده که زنش هفته گذشته طلاق داده نایب غیرت برخورده تصمیم میگیره که رو کم بکنه رفتن اون خدا بیامرزم به دکون اسی بی علت نبود اون خدا آمرزیدم چش انتظار داشتش بوده هنوز نفسی داشته که ابلیس رو میبینه یا من خدا نخوردم من بنده خدا خوردم
میگم انگاری این قضیه بوی خون میده. حسی آقا ابرام پنهونه. از پنهون زندون که پول نمیشه گرفت. ما خودمون 20 روز بود که 19 تومن از 18 نفر میخواستیم. 17 ناحیه تهران و 16 روز دنبال 15 تاشون گشتیم. 14 تاشون رو بعد از 13 روز تحویل 12 تا کلانتری دادیم. 11 تاشون 10 تا جواز ضمانت گذاشتن و رفتن. 9 روز بعد 8 تومن چک حفظه آوردن که 6 روز بعد لو رفت بیمحله. 5 تاشون به التماس افتادن و گفتن ما روز 4 تومن بیشتر نمیگیریم. 3 تاشون هم گفتن تا این دو نفر ما اینا ما یک قرم پول نمیدیم. حسن ابلیس رو بردنه. مردم دسته دسته دارن به طرف بیابونه حرکت میکنن. اونایی هم که هستن تصمیم دارن شب و تو خیابون بخوابن. شایع شده که امشب تهران زلزله میاد. آدرس مال میگه اینا همش شایع هست که دزدا تو دهن مردم انداختن تا مردم خونه هاشونو خالی کنن. آدرس مال میگه هرچی خدا خواست همون میشه. خونه و دکونه که نمیشه رها کرد و رفت. مادر نمیدونم چرا دلم شور میزنه. از خونه زهرا خواهر عاطفی همینجور صدای ناله میاد. چیزی نیست دخترم، اونا عزادارن. خب دیگه تنگ غروبه، برم یه شامی شبی درست کنم. حاج اسمال تا یکی دو ساعت دیگه پیداش میشه. Thank you.
صدای فریاد یه نفر بود. یه نفر که داشت مادرش رو صدا میکرد. سلام. محترم اینجاست. نه مادر، خونه خودتون باید باشه. هرچی در زدم در رو وا نکرد. زوری که قضامو فرستاد گفتش که یه سر میاد خونه شما. اینجا بود مادر، غروبی رفت. خیر انشالله، شاید سر نماز بوده. بفرما حاج اسما. خدمت میرسیم حاج آقا. بریم مادر، دلم شور میزنه. اگه بخواد جایی بره مگه از شما اجازه نمیگیره؟ چرا مادر جون، برای همینه که دلم داره شور میزنه. بریم مادر، بریم. وای خدا جونم، در بزنین. در بزنین، در بزنین. به هر حال اتفاق ممکنه رفته باشه خونه حاج خانم یا خواهرش تاهره. نه، اون وقت اومدن من هیچ جا نمیره، اینو مطمئنم. با این حال من میرم خونه حاج خانم. باشه مادر، منم یه سر خونه حبیب الله خان میزنم. خیلی. محترم، نه خونه هست، نه خونه شما بود. شاید پیش مادرم اینو باشه. شما بفرمایید، ایشالله که خیره. معصومه خانم یه سر رفت خونه اون دخترتون. ببینم مگه کلید نداری؟ کلید؟ نه آقا، همه چیز دست محترم. اتفاقی افتاده؟ نمیدونم. یا فاطمه زهرا. آقا رجب، یعنی سر دختر مردم چه اتفاقی افتاده؟ یا فاطمه زهرا. اگه اتفاقی افتاده به من بگین حسین آقا. چیزی نیست اکبر آقا، ایشالله که چیز مهمی نباشه. حسین آقا صبر کنید. مارو خود منو بیار. یا امام قریب، دخترم، اون 7 ماه حامل است. معصومه خانم چی شده؟ آروم
نگیر زن، ببینم چی شده. ای خدا، خبری نشد؟ ده زود باشه، کاری بکن دیگه. میگین چی کار بکنم دیگه؟ یا قبر منی هاش، خدا مرگم بده، شیم سر دختر مردم اومده. خودتونو ناراحت نکنید. اسماعیل آقا یه کاری بکن. یا جواب علیشا رو چی بدم؟ چی شده؟ نمیدونم. چی شده؟ نمیدونم چه اتفاقی برامون افتاده. از قرار حاج اسماعیل وقتی اومده خونه هر چی در زده از محترم خبری نشده. یا قمرونی آش خودت به داده بود بره. خدا مرگم بده، چی به سر خواهرم اومده؟ آروم باشین ببینم چی شده. هنوز پیداش نکردیم. خدا مرگم بده حاج خانم، چرا پشت در وایسادی؟ محترم تو خونه است ولی درو باز نمی کنه. نمیدونم چی بزن. میگم اگه براتون اشکالی نداره اجازه بدین از پشت بوم خونه شما بریم تو در رو باز کنیم. خواهش میکنم، منظور خودتونه، بفرمایید. آقا جون بیاییم. جیگرم مادر، مادرم کجایی؟ مادرم، دخترم، دخترم. خدا خدایا خودت کمکش کن. من میرم نازم الاطباء رو بیارمش. معصوم خانم،
معصوم خانم، معصوم خانم به خدا چیزش نیست، زنده حالش خوب میشه. بیا بیا مادر، بیا این آب قند و بخور، حال جا میاد. بخور مادر، بخور جونم. آقا جون بفرمایید. الان درست 7 ماشه. کی متوجه شدی؟ شب وقتی اومدم خونه دیدم. سابقه قبلی نه باشد. فکر نمی کنم. بفرمایید. بهتری که چشم حسود آخه خدا رو شکر به هوش اومد، چشماشو باز کرد. بیا بخور مادر، بخور، برات خوبه. خدج خانم. اسمت خانم؟ منیر خانومم بنویسین، اونم هست. همسایه خطری بود، به خیر گذشت. شکر خدا. چیز مهمی نیست. یکی دو هفته باید استراحت کنه. چند تا دوا میدم، هر کدوم روزی 3 بعده. شفاش از خدای بزرگ بخواین. بفرمایین. من میمونم تا به هوش بیاد. برو بپیچ. نمیدونی وقتی شنیدم چه حالی شد. بچه که چشمه. پدر محترم کیه؟ منم آقای دکتر. یعنی چی شده؟ بفرمایید. دخترتون تنها ترسیده، نباید تنهاش گذاشت. امشب که مادرش پهلوشه، فردا میبرتش پیش خودش تا ایشالله بچه رو به دنیا بیاره. مقصر ما بودیم که تو این شبا تنها گذاشتیمش. دختر خودمه، خودم منتشو دارم. کل به خرابه ما و دولت سرای شما نداره. ما به اندازه کافی مزاحم شما و آج خانم شدیم. مادر جو، دلم گواهی میده که دیگه مثل روزای اول به این خونه و زندگی بر نمیگردم. این چه حرفیه مادر؟ مگه هر کسی کمی کسالت پیدا کرد دیگه خوب نمیشه؟ خوب میشی، از روزای اولم بهتر. سلام معصومه خانم. سلام دخترم. خدا بد نده مادر. بد نبینی مادر، یکی دو روزه که حالش خوب نیست، پا به ماهه. گفتم یه چند روزی پیش خودم ببرمش، هم دلم آروم بگیره، هم یه کمی بهتر بشه. مادر که بشی میبینی فرزند چقدر عزیزه. بخت ما سیاه بود. چیزی هست کمکتون کنم؟ عاقبت به خیرشی، خدا حافظ. بختت سفید مادر. اگه میذاشتی کمکت کنم تا حالا تموم شده بود و به غروب نمیکشی. تموم شد مادر.
کاش که خونه خودم بودم و اینقدر واسه دردسر نداشتم. چه دردسری دخترم، اینجا خونه خودته. من همیشه از اون خونه بدم میومد، خصوصا بعد از اینکه نایب خان فوت کرد. اما هیچ وقت دلم نیومد اینو به حاج اسمال بگم. محترم یا مول بنده، محترم ای خدا دخترم از دست رفت، یا حسین غریب دخترم از دست رفت، کمک کن، کمک کن محترم. یا حسین غریب محترم چی شده؟ خدا کمکش کن. ای وای، یه چیزی مثل شبه میبینم که به طرفم میاد، سرم گیج میره، دنیا دور سرم میچرخه، چشمام سیاهی میبینه، بعد دیگه هیچی نمیفهمم. هیچی نیست مادر، چیز خورت کردم، حتما انعام برات میگیرم، حالت خوب میشه. دختر حاج خانم خدیجه هم همینطور شد، وضع هم که کرد حالش خوب شد، میگفتن از جفتش بوده. هر وقت فرصت کردی پای درخت سیبو بکن، میخوام بعد از اینکه بچه‌شو به دنیا آورد جفتشو خودم خاک کنم. باطل من کردم، باطل هر کی کرد، باطل من کردم، باطل هر کی کرد، باطل من کردم، باطل. هر کی کرد، باطل من کردم، باطل هر کی کرد، باطل من کردم، باطل. مادرجون Thank you.
سبحان ربی الاعلی و الحمد. درختیست در بهشت توبا. دختر واسه پدر مادر دل سوزتره، ولی خدا به من زود تا پسر. شبشش همه ایزا و آتب. حاج خانوم چشمتون روشن. حاج اسمال از تو قرآن براش اسم توبا رو انتخاب کرده. مبارک باشه. مبارک باشه اسم قشنگ. انشالله با دل خوش سلامتی. مبارک باشه انشالله. به به بخورید دختر نازم، جونم عزیزم. حالا باید دیگه یواش یواش لالا کنی. جونم قربونت برم الهی. لالا 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 لالا. یا علی. تو این یکی دو هفته ای که محترم خونه خودشون رفته، هر روز دلم مثل سیر و سرکه میجوشه. آروم و قرار ندارم. هر صدایی که میاد میگم خبر مرگ محترم رو آوردم. این چه کاری بود که کرده؟ اگه یه وقت بلایی سرش بیاد چی؟ هر روز داره لاغرتر میشه، به استخون رسیده. میگم نکنه بلایی اومده و ما نمیدونیم. دخترم داره از دست میره. چی کار کنم زن؟ اگه دختر تو پاره تن منم هست. شما هرچی باشه مردین. برو با حاج اسمالی صحبتی بکن، بگو بذاره محترم یه دو سه ماهی پهلو خودمون باشه. مرد باید چراغ خونش روشن باشه و شام شبش رو برا. این مدت که محترم پیش ما بود، حاج اسمال 8 شبشو خونه نیمد. شاه رجبم میگفت خونه ایمام نبود. هیچ پرسیدی از خودت این 8 شب کدوم جهنم دره‌ای بوده؟ از فردام که یه غلطی کردم وقت دودش تو چش خود ما میره. میونه در همسایه دیگه جرأت سر بلند کردنو نداری. حاج اسمال هنوز جوونه، میشینن زیر پا. اگه کاری نداری من برم یه هندونه بخرم و بیام. نه اموی زود برگرد. تو بای خوشگلم گریه نکن مادر. بیا عزیزم، بابا الان برمیگرده. نازی دخترم جونم. جان حالش به هم خورد. من نبودم، رفته بودم بیرون. وقتی رسیدم خونه دیدم ای داد بیداد محترم تو با تفلکی نزدیک بود از ترس بمیره.
یا امام رضای قریب. یه بچه رو دستم. خدایا حالا چی کار کنم؟ کدوم خاکی رو به سرم بریزم؟ دور از جون، نصف جون شدم. اگه فقط چند دقیقه دیر میرسیدم، جواب شماها رو چی میدادم؟ میدونم مادر، تو این مدت اسمشه که اینجا بودم، همش دلم اونجا بود. هر کی از خودمونو میدیدم بند دلم پاره میشد. میگفتم نکنه یه اتفاقی افتاده باشه. من یه پام بازاره، یه پام در دکون، به خونم نمیرسم. تو دنیا هر کیو میبینی تو زندگیش یه دردی داره، خوب میشه مادر. تقصیر خودشم هست، دستش به کار نمیره، خودش حال خودشو بدتر میکنه، میگه من خوب بشو نیستم. خدا هیچ کسو مادر نکنه. اگه زن توه، دختر منم هست، دختر علی شام هست. خوبه خودت پدر شدی و میدونی فرزند یعنی چی. خوبه دخترم سالم به خونت اومد. حالا مگه اجازه بدی ببرم خوبش کنم و بیارم تحویلت بدم؟ خیلی ممنون. به آقا جون سلام برسون. چشم. سلام حاج اسمال. سلام علیکم. صبحی دیدم معصوم خانوم تو بارو بغل کرده و محترم خانومو داشت میبرد خونهشون. گفتم براتون نهار بیارم. راضی به زحمت شما نبودم. چه زحمتی؟ هرچی باشه ما همساییم و تو روزای غم و شادی همدیگه سهیم هستیم. خدا از خانومی کمتون نکنه. حاج خانوم میابردن. از حاج خانم سنی گذشتی، به اندازه کافی زحمتتونو کشیدن، حالا موقعش ملاحظهشونو بکنی. خدا رو خوش نمیاد حاج خانمو به زحمت بندازی. معصوم خانم و مادر محترم نهار می آورد. از طرفی ممکنه من ظهر یه سر برم اون طرفو. از شما خیلی ممنونم. سلام مادر. سلام. اتفاقی افتاده؟ دیشب محترم حالش به هم خورد. ای. یه دو ساعت قبل معصوم خانم اونو دوباره برد خونه خودشون. با این حساب تکلیف ما هم روشنه. خیلی. آه نکش مادر. صفیه گفت معصوم خانم محترم رو برد خونه خودشون. منم گفتم که بی غذا نمونی، برات غذا آوردم. دست شما درد نکنه مادر. خیلی ممنون. با عصر شاید برم خونشون یه سری بزنم حالشو بپرسم. شب میام پیشت یه غذایی برات درست میکنم، شایدم بمونم. قدم رنجه میکنی مادر. راضی به زحمت شما نیستم. یه خورده گوشت فیله گرفتم، امشب میخوام واسه کباب درست بکنم. خداحافظ مادر. به سلامت. سلام. سلام مادر. خونه ما رو که قابل نمیدون. اختیار دارین.
واسه قرمه سبزی درست کردم. اما مثل این که غذا داری؟ هاش خانم اون واسه هم فرستاده. گفت که از هر کدوم که دلت میخواد بخور. خیلی از شما ممنونم. محترم چطوره؟ امشب که اینجا اومدی مادر، لطف و صفای دیگه ای آوردی. قربونت برم. میدونی شام امشب خیلی به این مزه میده. فقط حیف که باید یه مدتی غذامو تنها بخورم. با تمام این حرفا باید بری خونه علیشا و سرتو بذاری کنار سر زن و بچه‌ت. آخه هرچی باشه تو دومادشونی. چه؟ دوماد کدوم مادر؟ من خودم خونه و زندگی دارم. این علیشا رو هر وقت آدم میبینه بند دلش پاره میشه. اون دومادشون حبیب الله خانو میگم صد رحمت به هرچی سلاخه. هر وقت من دیدمش مادر نصف جون شدم. نفهمیدم چطور شد تا قبل از اینکه محترمو بگیری شیفته ی علیشا بودی. بخور. میگفتی مرد باید صورتش عین علیشا بوی بارود بده. میگم مادر بهتره فعلا این حرفا رو بذاریم کنار. پاشو پاشو بریم تو که باید خیلی حرفا دارم. راستی مادر، محترم چطور بود؟ خوب مادر. اما فکر نمی‌کنم خوب بشه با این چه حرفیه مادر؟ شفا پیدا می‌کنی؟ همیشه دلت با خدا باشه، از خدا بخوا شفا می‌گیری. مادر، تا حالا کی شنفتی که یه آدم دعایی خوب شده باشه؟ اون مریضه و مارم مریض کرده. ایوا، خجالت بکش، خوبه سالم به خونت اومده. خوبه ننو باباشو یه عمریه که می‌شناسی. میگم مادر فردا شبم بیه اینجا باشه. همین یه امشبم که اومدم پشیمونم. دست شما در نکنه. بابات که میدونی چه کولیه، شب که میاد باید همه چیزش رو به راه باشه، وگرنه قشقرق به پا میکنه. خوبه که خودت بچه همون بابایی. مردت مادر حق داره. میگن دور از جون شما زن بلاست، اما مادر الهی هیچ خونه بی بلا نمونه. فقط میترسم یه بلایی سرش بیاد. حالا هم که رفته با خیلی ناراحتم مادر. اصلا نمیدونم چیکار کنم. از زندگیم افتادم. مرد که چراغ خونش خاموش باشه و نمیتونه زندگی کنه مادر. چه کنم؟ بودش یه جور، نبودش هم یه جور. مرد باید طاقت داشته باشه. ای بابا. راستی میگم مادر، عاطفه مطلقه اسیخان آقا ابرام خب یه سالی که بیوه شده. محترمم معلوم نیست که خوب شدنی باشه. شما تنها زحمتی که میکشیم مادر اینه که رضایت نفهمیدم چی؟ معصومه خانومو به دست بیارین. پول و پلهی هم خواستن بهشون میدیم. خدا مرگم بده. شرم و حیام خوب چیزیه. چند سالی که دستمون تو سفره علیشاست. دو ماه تازه از این خانواده صاحب اولاد شدی. حالا میخوای با چه روی این کارو بکنی؟ تو یه محله ای، همسایه ایم، نگاهمون تو نگاه همدیگه است. من که نباید به پای اون بسوزم مادر. پاشو پاشو منو بذار خونه. دیگه نمیتونم اینجا بمونم. کجا داری میری مادر؟ الله مردک به جای این که به فکر دوا درمون زنش باشه تا زودتر خوب بشه برگرده سر خونه و زندگیش، نشسته و فیلش یاد هندستون کرده. مادر جون کجا داری میری؟ بابا جون اون خوب بشا نیست. به خدا همه چیزی که نمیشه به تو گفت. خوبه یه بچه دو ماهه تو دامنت گذاشته. سب کن مادر سب کن، نمیذارم بری. خوبی میری نمیذارم. تو شیل حلال خوردی، تو فلعنت دیگرون رو بخم میخوری. مادر
بذار برم. بابا بلکن بذار برم. من گوش کن. درو واکو بذار برم، دیگه طاقت ندارم. بابا جون دو کلون واسه درد دل کردم. خود درد دل کردی. دیگه نمیتونم بمونم. اگر واسه مادرش درد دل نکنه خب واسه کی بکنه؟ خودم باز میکنم. جون تو نمیذارم. درو واکو. درو واکو من خودم باز میکنم. بابا گوش کن جون من. نمیتونم. یه دقیقه. مادر. یه هفته است حاج اسمال پاشو خونه ما نذاشته. اصلا نمیگه که من زن و بچه ای دارم. مرد جماعت از وفا بویی نبرده. امروز اگه غرق محبتش کنی، فردا اگه چشمش به کسی دیگه ای افتاد، همه چیزو فراموش میکنه. اینجا جهل خوست رو جمشی دو چیامون است ایلون چنه با مست چنه ما مونس جان حاج اسمال آقای این محل است، بزرگ ماست، الحمدلله هم شغل آبرومندی داره، هم همه روش حساب میکنن. یه بازارچه سعادت و یه حاج اسمال. بفرمایید. خیلی ممنونم. اما میدونی صفیه خانوم، من خواهرامو با یتیمی بزرگ کردم و نجیب بارشون آوردم. برای هر کدومشونم هم خواهر بودم و هم مادر. منم اگه بخوام خودش راضی نمیشه. اینطور که من میبینم محترم خانوم خوب شدنی نیست. این وصلت یکی دو ماهش موقته، انشالله برای همیشه خونه بخت میمونن. نمیشه صفیه خانم جون، من میون مردم آبرو دارم، اگه قرار بشه به این کار تندر بدم پس فردا از پس چهارتای دیگهشو نمیتونم بر بیام. من خودم خونه های مردم کار میکنم و نوناوری ندارم. برادرای مرحوم نایب خان و اسی آقای ابراهیمم منتظر یه بهونن تا روی ابن ملجم رو سفید کنن. حرف آخر شما همینه؟ ما نه اینکه خدای نکرد از آقای اسمال بدمون بیاد و نه خدا شاهده، از خدامونه که اسمش رو سر خواهرمون باشه و سایش بالا سر ما. اما اینطوری نه. اگه حاج اسمال خواهرمو میخواد ما منتشو داریم، اما به شرط اینکه عقد دائم بخونه. محترم خانومم باید طلاق بده، اون وقت ما رو پلک چشممون جاش میدیم. راستش من اصلا فکر نمی کردم که این همه شرط واسه یه زن بیوه باشه. خیلی بالاست. نه بهشون بگو حاج اسمال گفت که فکرامو میکنم و یه هفته دیگه بهتون جواب میدم. مادر اگه من مردم توبا رو پیش خودت نگردار. این چه حرفیه میزنی مادر؟ خدا اون روز رو نیاره. چرا نفوس بد میزنی؟ حس میکنم دارم مثل یه شمع آب میشم، مثل اینکه از تو دارم تراشیده میشم. میدونم خوب شدنی نیستم، دیگه سر خونه و زندگیم بر نمیگردم، از این خونه به خونه یه گور میرم. مادر به همین جهت رضا دارم که پیش تو بمونم. میخوام تو همین خونه که به دنیا اومدم. همینجا از دنیا برم. من همیشه از اون خونه بدم میومد. مادر اگه من مردم واسم گریه نکن، چون آرزو به دل نمیرم. همینقدر که پیش تو هستم برام کافیه. دیگه بستم مادر، دیگه سیر شدم. اگه امروز برم بهتر از فرداست. خیلی وقتی که از خدا طلب کفایت عمر کردم. راستی مادر واسه حاج اسمال نهار میدین؟
پاک. آره مادر. اون کجاست؟ چرا اینجا نمیاد؟ خونه خودتونه. حاج خانوم مواظب بشه. هر وقت اونا رو میبینم از تو و توبا میپرسن، ملاحظه ما رو میکنن. اونا میبینن که حالت خوب نیست و باید استراحت کنی. چند بارم که اومدن تو خواب بودی، تو و توبا رو تو خواب دیدن و رفتن. هیچ وقت تو زندگیم ازش بدی ندیدم. هر روز دلم واسش بیشتر تنگ میشه. حس میکنم وقتی اونو میبینم حالم بهتر میشه. میگم مادر، اگه اجازه میدین با توبا یه سر برم پیشش. نه مادر، تنگ غروبه، زود بر میگردم. پس بذار منم باهات بیام. اگه تنهایی برم بهتره. البته اگه شما اجازه بدین. توبا رو با خودت نبر، دلم شور میزنه. میرم یه سر به مغازه بزنم، اگه شد آخر شب برمیگردم. بهتره که چشم از سود دخترمون دعایی شده. حسین آقا دستم به دامنت، آبرومون رفت. همه دیدن که دخترمون مثل یه پرنده سربریده داره جون میده. دخترم دختر منه، پوست و استخون منه. من حتی صدای نفساشم میشناسم. دخترم دعایی نی، منتظرم تا حالش بهتر بشه. اون وقت با خیلی کسا حرف دارم. اولش این مردی که یه لنگه که امروز جلوی همه خودشون نشون داد، اصلا نگفت این زن منه. یه حکیمی دکتری چیزی بیاره. اگه خبر مرگ محترم رو بهش بدی حالا میبنده. رسید از ره نگار نازنینم، چه شادی بخش دلهای حزینم. نسیم از روی عیسویش فرو ریخت. رسیدش یادم میرفت. خدا برکت به شما همینطور. خیلیتون هم باشیم. اینشالله. ممنون. چیز با دست ما درد نکن. ارادت دارم. چای کرم. سلام معصوم خانم. سلام آقای اسماعیل، سرسنگین شدی؟ اختیار داریم حاج خانم، فقط یه خودی گرفتاریم.
دلتون حتی برای توبام تنگ نمیشه؟ چرا؟ البته که تنگ میشه. حالا محترم چطوره؟ بدتر شده. حالش خوب بود، داشت میومد پیش شما که این بلا به سرمون اومد. الان تازه خوابیدن، یه سر گفتم برم خونه خانم سادات، اگه یه تو که با تشریف بیارین بیدارش میکنم، شما رو ببینه خوشحال میشه. والا امروز که نمیتونم، راستش خیلی گرفتارم. باشه یه وقت دیگه. دخترم داره از دست میره، چی کار کنم؟ خدا هیچ کسو مادر نکنه. چیزیش نیست، ایشالله خوب میشه، من مطمئنم. ببخشید آقا اسماعیل، از امشب تشریف بیارین اونجا اگه ما رو قابل میدونیم. یه هفته میشه بعد گذروند. میخواین توبا رو بیارم ببینی؟ باشه، خودم مزاحم میشم. حسین آقا کارتون داره، گفته هر موقع دیدمتون بهتون سفارش کنم که حتما یه سر بهش بزنید. کدوم حسین آقا؟ پدر محترم. غلط کرده پسر یه چشم سفید، 27 ساله که چشمم تو چشم باباشه. علیشا رو حساب من دخترشو به این مرتیکه الدنگ داد. توف به غیرتت، دو ما نتونستی دوون بیاری؟ به اون مرتیکه الدنگ ابراهیمو میگم، میگی دست این دختره گیس بریده رو میگیره و از این خونه میبره. این زن محرم نیست. سلام. سلام. پس تو کجایی؟ واسه چی اینقدر دیر اومدی؟ آقای اسماعیل، منو از این ماجرا بذارین کنار. آقاتون همه چیزو میدونه. دو سه روزه که جواب سلام منو نمیده. آش خانومم روی خوش به هم نشون نمیده. اینا همش درست میشه. عیب ننه بابای من اینه که فقط خودشونو میدونه. بیا اینو بگیر، برو واسه خودت یه چیزی بخر. اینم میبری اول نشونه زهرا خواهر عاطفه میگی، بهش میگی منو محترم به هم نامحرم شد. بگو حاجی به قول خودش عمل کرده. حالا نوبت شماست که خانومی بکنین و ما رو سر و سامونی بدین. رنگش بهتون خیلی میاد. ناقابله، مبارکتون باشه. ایشالله با دل خوش. وقتی هم که ایشالله عاطفه جاریتون بشه، بازم از خجالت شما در میام. اختیار دارین، وظیفه منه. عاطفه خانومم مثل خواهر من میمونه، خوشبختی اون سعادت منه. حاج آقا گفتن ماه مبارک رمضون نزدیکه، ایشون گفتن به شما بگم تا رمضون نیمده ما رو سر و سامون بدین. به حاج آقا بگین. چشم آقا. سلام معصومه خانم. سلام مادر. چرا نمیای تو؟ سرسنگین شدین، سراغ ما نمیاین. حاج خانم چطورن؟ این طرف ها تشریف نمیارن. معصومه خانم منو ببخشین، منو حلال کنین. چی شده صفیه خانم؟ حاج اسمال کم عقلی کردن و رفتن محضر. محترم خانوم طلاق دادن. از منم خواستن اینو واسه شما بیارم. حیف دختر شما نبود که با یه همچین مردی وصلت کرده بود. راحت شد. موسیقی
سلام آقا. سلام حسین آقا. مغازه از صبح تا حالا بسته است. اتفاقی افتاده؟ تعجب داره که شما از همه چیز بیخبری. ما از این پولا نخوردیم، از گلمون پایین نمیره. بدین به آقا پسرتون لازمش میشه. در اون دکونم بسته باشه بهتر از اینه که ما نگاهمون تو نگاه هم باشه. پاشو جلو دست ابراهیمو بگیر، دختره داره تو رو صدا میزنه. یک کاری این ابراهیم دستمون میده ها، دختر مردم اگه اتفاقی بیافته جواب بزرگترشو چی بدیم؟ خیلی وقت جوابی برای کسی نداریم. ابراهیم بگو فکر جا باشم. بیداد بیداد روز خوش نبینی مرد. نفرین نکن آقا رجب، آهت میگیره ها. ما که دعای پدر پشت سرمون بود این عاقبتمونه. خدا به داد حاج اسمال برسه. الان مدتیه که حاج اسمال و حاج خانم اینجا نمیان. چی شده مادر؟ حاج خانم میگفت تو مثل دختر منی. چرا سراغ دخترشونو نمیگیرن؟ بهت که گفتم مادر، حاج خانم مریضه. پیغام فرستاده و گفته همین که خوب شدم اول سراغ محترم میرم. نه مادر، این تو رام نیست. تو خودت هم میدونی که داری یه چیزایی رو از من پنهون میکنی. من دخترتم مادر. چیزی رو ازت پنهون نمیکنم. گرفتارن، مریض دارن. خیلی وقت متعلق به خودت هم نیستی. یه چیزی تو رو عذاب میده مادر، چیزی که از مریضی منم برات مهمتره. دلم گرفته مادر. گریه مرهم دل. کارم از گریه گذشته. دلتنگیشو دارم. هم من هم تو. حالا که جا دیدن و دارن میرن بس کن دیگه. هرچی باشه تو بزرگتری، بخشش از بزرگتره. حالا یه غلطی کرده، صد دفعه معذرت خواسته. این دختره یه گیس بریده همه کاره بوده. ابراهیم هم اگه غیرت داشته باشه میفرستش لای دست باباش، این زن ول بیات فرا. آخه حاج اسمالم پاشو میخوره. چوب خدا صدا نداره. خوبه که خودش هم دختر داره. بعد از 30 سال علیشا در مغازشو بست و رفت و خونش نشست که چشمش تو چشم من نیفته. ما هم باید از این خونه پدری بریم یه شهر دیگه. ما ریشه خودمونو از دست دادیم. حالا هر جا افتادیم افتادیم. اگه بفهمه دیق میکنه. این روزا مدام بهانه‌شو میگیره. حسین، میترسم تنهاش بذارم. میترسم یا یه بلایی سرش بیاد یا پاشه بره مغازه حاج اسمال. اون وقت برامون دیگه آبرویی نمیمونه. آبرویی نمونده؟ چند بارم میخواست به دیدن حاج خانم بره. هر دفعه یه بهونه ای آوردم. اما متوجه شده که دارم بهش دروغ میگم. بذار یه چیزی بهت بگم. دخترمون دعایی شده حسین. خوب شدنی هم نیست. اگه امروز بفهمه که بیشوهره بهتر از فرداست. قبول کن حسین، دخترمون دعاییه. دخترمون دعایی نیست. با
بار آخرت باشه که اینو میگی. محترم دختر منه، اون هیچیش نیست. به نظر میاد دیگران چیزیشون باشه. تا اونجایی که من میدونم این حاج اسماله که چف کرده. یادت گفتی شب عروسیشون یه تیک غیر لباس سفید محترمو به صندلی چسبونده بود؟ آره یادمه. خب فکر میکنی کی این کارو کرده بود؟ سلام. تو آینه نگاه کن، اگه گفتی چی کم داری ها؟ یک گل. گلتو ببین، خودتو نگاه کن. تو هم دلت واسه بابا تنگ شده نه؟ خیلی خوب دخترم، حالا میریم بابا تو ببینی. وقتی تو رو ببینی خوشحال میشه. تو هم بگو بابا دلم واسه تنگ شده. راستش منم دلم واسه تنگ شده. محترم کجا مادر؟ دلم برای شوهرم تنگ شده. تو بام همینطور. بچه باید باباش رو ببینه. میترسم بغل باباش که بره غریبی کنه. حاج اسمال نیست، مسافرت. مادر نکنه بلای سر حاج اسمال اومده که از من پنهون میکنی؟ هیچ بلایی سرش نیومده، فقط نیست. خودتونم متوجه نیستین که دارین دروغ میگین. هر وقت خواستم برم پیشش یه بهونه آوردین. هر وقت گفتم چرا اینجا نمیاد یه بهونه دیگه. طاهره میگفت هست، میگفت هر روزم در مغازش بازه. چرا به من دروغ میگین؟ اون شوهر منه، این بچه هم بچه یه اونه، باید پدرشو ببینه. نمیشه، شما به هم حرومی، به هم نامحرمی. طلاق نامت زیر قرآن سر تاخچه است. بیش از این دل مادرتو خون نکن. نه باور ندارم مادر، دروغ میگی. حاج اسمال منو طلاق نداده. ما با هم اختلافی نداشتیم که. اون ما رو دوست داره. نه اون هیچ وقت همچین کاری رو نمی کنه. مادر این بار بهت دروغ نگفته. مادر دیگه طاقت دروغ گفتن رو نداره. تو مرهم دل ما بودی، حالا چرا زخم دل ما شد؟
من دعایی نیستم. از دست من یه قاشق میخوری؟ نظریه خوب میشی ها؟ اگه بخورم قول میدی کار واسم بکنی؟ آره قول میدی؟ قول میدم. قسم بخور. قسم میخورم. تو قول دادی یا؟ از وقتی که حاج اسمال منو طلاق داده از کی خرید میکنین؟ از برات علی. برو مغازه حاج اسمال، برو از مغازش خرید کن، ببین دستشو حنا بسته، ببین اصلاح کرده، ببین لباس نو پوشیده. حالا که داریم میریم اجازه بده برم ازشون حلالیت بطلبم. اگه حلالت میکنن برو. من امروز میدونم از پیش شما میرم، فقط میخوام قبل از مردنم حاج اسمالو ببینم. به هم نامحرمی مادر. میدونم مادر، حتی میدونم زنم گرفته عاطفه مطلقه اسیخان عاقب رام، اما اون پدر بچه من مجیزه یادم نامرد و نباید کشید. این نامرد مرد زندگی من بود. امروز جمعه است، حاج اسمال تو مغازش نیست. خونش که هست، حاج اسمال روزای جمعه از خونه بیرون نمیره. این مردا چیز دیگه ای ملاکه. حاج اسمال نمک خورده و نمک دونه شکسته، جواب های هویه. از یه آدم نامرد نباید چیزی خواست. آدمی که به زن و بچهش پشت کرده واسهش کاری نداره به چیز دیگه ای هم پشت کنه. یه حرفی دارم که باید به خودش بگم. پدر طاهره رو میفرستم خونه صفیه، به اون میگم یه سر بره خونه حاج اسمال، خودم دم خونش نمیرم. دختر بیچارم داره از دست میره، بذار این دم آخری آرزو به دل از دنیا نره. صفیه بگه علیشا خونه نیست، نمیخوام چشم به هیکل نامرد این مردی که بیفته.
دخترم تب مرد گرفته، اونم به خاطر این نامرد. اگه اتفاقی بیفته که میفته، داغشو به دل مادرش میذارم. خیلی وقته که دلم میخواد پرم به پرین قرم رنگ بگیره. میخوام حسابمو باش یه جا تصفیه کنم. من از خونه میرم بیرون، بفرست دنبالش بیارمش. محترم رو به مرگه، داره از دنیا میره، دیگه ساعتهای آخرشه، تب زرد گرفته. میگه قبل از مرگم میخوام حاج اسماعیل رو ببینم. میگه میدونم که ما به هم نامحرمیم، اما یه حرفی دارم که باید به خودش بگم. علیشا هم از خونه رفت بیرون که شما راحت باشین. اون زن بهت نامحرمه، کجا میخوای بری؟ دارن گولت میزنن، میخوان به این وسیله رجوع کنی. مگه به خواهرم قول ندادی که به طرف اون زن نری؟ یا جای من تو این خونه است یا جای اون زن قشی. بس کن زن، شرم و حیام خوب چیزیه که شما ندارین. اگه میخوای بری برو، اول طلاق منو بده، بعد خونه ی هر آدم قشی که میخوای بری برو. این حرف آخر منه. روز اول تمام شرط و بیامو باهات کردم، گفتم اول طلاقنامه محترم، بعد عروسی با خواهر من. همین زن طلاقنامه رو آورد و یه قواره پارچه گرفت. همه جوره هم باهات را اومدم. گفتی نمیشه عروسی بگیرم، گفتم عیبی نداره. گفتی شیربها اینقدر دارم بدم، گفتم عیبی نداره. گفتی 2000 تومن بیشتر نمیتونم مهر کنم، گفتم عیبی نداره. این یکی رو دیگه نمیتونم رضا بدم. اگه میخوای پاتو اونجا بذاری، اول طلاق خواهر منو میدی، بعد خونه قشیا میری. چرا به مردم توهین میکنی؟ مگه دروغ میگن؟ خوب عالم آدم میدونن که خانم دعاییه. این خونه با یه سری از چاک و دهنها خیلی بیدار و پیکر شده. صفیه خانم، به معصوم خانم سلام برسین، اونا بگه این حاج اسماعیل نمیتونه بیاد. نمیتونه بیاد، برو لباساشو با کلاشا پاشو بگیر و بیار. اونا رو تن دایی اکبرش میکنم، تقریبا به هم شبیه هستن. این روزا محترم جایی رو درست نمیتونه ببینه. بذارین دم آخر آرزو به دل از این دنیا نره. جون، حاج اسماعیل اومد؟ داره میاد دخترم. اینا بهونه از خواهر. مردم تو این دور زمانه گرگ شدن، اینطوری هم که شده رجوع میکنن. حالا میخوان به هر حقوق کلکی شده پای اینو به اون خونه دعایی باز کنن و
یه جوری به هر وسیله‌ای که شده یه چیزی به خوردش بدن یا یه چیزی رو سرش بپاشن. اونا احتیاج به این کارا ندارن، قلبشون خیلی شفافتر از این حرفاست. من چه دیر راه خودم رو شناختم. بیا، این چیزاییه که شما و حاج اسمال به من دادین، پیشکش خودتون. من به خاطر اینا خیلی چیزا رو از دست دادم. تنها آرزوم اینه که اونا منو ببخشن. شما به هر کی که میرسین تا در باغ سبز میبینین بنده اون میشین. زهرا خانم، بذارین یه پرده شرم و حیا باقی بمونه. معصومه خانم گفتن اگه خودتون نمیتونین بیاین لباساتونو بدین، میخوام تن اکبر برادرم کنم. محترم دیگه جایی رو نمیبینه. اینا بهونه است، کسی نیست به داد من برسه. ببین چطور دارن مردمو بدبخت میکنن. قشی شدی کم نیست، دست از زندگی مردمم بر نمیداری. حرف دهنتو بفهم، من همیشه از آدم بخیل و خودبین بدم میومد، اما هیچ وقت فکرشو نمی کردم که یکیش تو زندگی خودم باشه. صبح که تو خونم اومدی در باز بود، هرانم در وازه. هری، این خونه با اومدن شما در و پیکر خودشو از دست داده. آقا جون، صدای در میاد. در حیات بازه، هر کی هم بیاد میاد تو. آقای جون، من برات دختر خوبی نبودم، همیشه برات درد سر داشتم، همیشه مزاحمت بودم، مگه نه بابا؟ تو مراهم بودی، تو عزیز بابا بودی. آقا جون، حاج اسمال دیر کرد، پس چرا نمیاد؟ درسته بابا، میرم دنبالش میارمش اینجا، قول میدم، قول میدم که بیارمش. خودش خیلی دلش میخواست میامد، اما از روی شما و حسین آقا خجالت میکشید. میگفت حتی از روی توبام خجالت میکشم. حاج اسمال گفت دلم میخواست تو این مدت شما یا حسین آقا یه چیزی به هم میگفتین. میگفت همین سکوت شما بیشتر عذابم میده. اون گفت من باعث مریضی محترم شدم. میگفت آرزوم اینه که یه بار دیگه راحت به صورت شما و حسین آقا نگاه کنم. قسمت این بود خواهر، بفرمایید تو. دلم میخواد شما منو ببخشین، منو حلال کنین. مسبب همه این حوادث من بودم. اختیار دارین صفیه خانم، این چی حرفیه؟ بفرمایید تو. همیشه حاج اسمال اندازه تو دوست داشتم. صدای در اومد، حاج اسماله. مادر، مادرم کجاست؟ رفته تو حیات.
حاج اسمال اومدن و صفیه خانم اومدن. صفیه خانم اینجا هستن. سلام محترم جون. سلام طاهره جون، پاشو یه چیزی واسه حاج اسمال بیار، خسته از را اومده. برو سلام حاج اسمال. سلام حاج اسمال. سلام حاج اسمال. خوش اومدی آقا، خواستم ببینم تو ازت حلالیت به طلبم، خواستم حلالم کنی اگه برات زن خوبی نبودم. یه پارچه یه کت شلواری فرستاده بودم عصمت خانم از مکه برات بیاره، آورده گذاشتم ته صندوق، پول دوختشم از خرجیم جمع کردم کنار پارچه، بده برات بدوزم، مبارکت باشه. راستی یادته شب عروسیمون یه تیکه غیر لباس عروسی منو به صندلی دوخته بود؟ یادته همیشه میگفتی دلم میخواد بدونم این کار کار کیه؟ من با این که همون شب اول فهمیدم اما نخواستم اینو بهت بگم، گفتم نکنه میونه همسایگی شر بپا کنی، من اونا رو بخشیدم، واگذارشون کن به خدا، خودش جوابشونو میده. اینو از پدرم هم بخواید، بگی تنها وصیت محترمه کار زهرا خواهر عاطفه بود. مادر، آقا جون رفته خونه حاج اسمال، نکنه بلایی سرش بیاد. توبا اینجا پیش مادرم میمونه، هر وقت دلت خواست بیا ببینش. اونایی که به من رحم نکردن به بچه منم رحم نمی کنن. براحتی تو زندگیت اومدم، براحتی هم از تو زندگیت میتونستم برم. من فقط به اندازه یک نفس تو رو شناختم. چشمم اگر خطا کند، دل که خطا نمی کند. تن به زمانه دادم، هرچه زمان می کند. Thank you.
مسلولم. من تنها قربانی ایزن نبودم. ایزن از روزی که به دنیا آمد یه شیطان بود. دخیلم معصوم خانوم، پناهم ده. محترم قبل از مرگش اونا رو بخشیده بود. عزاداری محسن، عزای اول بسمه. جنگ با اینا برات فتح بدون افتخاره حسین. بذار بره حسین، واگذارش کن به خدا، همون کاری که من کردم. اگه شوهر خوبی نبودی، اگه برای ما داماد خوبی نبودی،
لاغل واسه توبا پدر خوبی باش.